آیا ورزش وسیله اثبات موفقیت یک نظام است؟ آیا عدم موفقیت جهان سوم در المپیک ها موجب سرخوردگی آنها می شود؟ درود بر شما. در 10-12 روز گذشته بحث بسیار داغی بود در محافل فوتبالی، حتی در کل جامعه ورزشی ایران، در مورد علیرضا بیرانوند و تلاش او برای جدایی از پرسپولیس، رفتن احتمالیش به استقلال و به هر حال مسائلی که پیش آورد و نهایتا او به پرسپولیس ماند، یا بگم برگشت، به هر حال ادامه خواهد داد فصل آینده رو با پرسپولیس. در کنار بیرانوند، موضوع عدم تمدید قرارداد کریم باقری، فوتبالیست برجسته ایرانی، یکی از کسانی که در تیم منتخبی که من، حالا نه اینکه من کاره‌ایم، ولی من 11 نفری که در طول تاریخ فوتبال ایران میپسندم، یکیش کریم باقری هست در خط میانی. او در کنار قلیچخانی و پروین از دیدگاه من قرار میگیره. میخواهیم این دو موضوع رو یک وارسی کامل انجام بدیم، و کامل که میگم از دید خودمون دیگه، هر کی به اندازه وسعش، هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ما میخواهیم خیلی خوب تا اونجا که عقلمون میرسه به این موضوع بسیار مهم از زاویه خودمون بپردازیم. در این آغاز محمد رضا رحیم‌پور توضیحاتی رو، یک تصویر کلی خدمت شما خواهد داد از آنچه که در این دو مورد پیش آمده، فیلم هایی که بوده، اظهار نظرهایی که بوده، که کسانی که در جریان حداقل نیستند یک پایه اطلاعاتی خوبی رو پیدا بکنند، و بعد می رویم و کندوکاوی می کنیم در چگونگی انجام اون. علیرضا بیرانوند آپشنی داره، آپشن قرارداد از در واقع باشگاه پرسپولیس، و طلبی که گفته می شد مبلغش 8 میلیارد تومان هست، و باشگاه پرسپولیس اعلام کنه که ما اینو پرداخت می کنیم در یه مدتی که آداد در نظر گرفتیم، و علیرضا بیرانوند پافشاری می کنه. یه کدورتی بین آقای درویش و بیرانوند شکل میگیره سر اینکه بالا چرا انقدر پافشاری به دریافت پولش میکنه، و در نهایت میره قراردادش رو بست میکنه و شایعه انتقالش به استقلال در سر زبون ها میفته. در این بین یک مذاکره مبسوطی رو با باشگاه استقلال انجام میدن وکیلشون، و یک مناظره بسیار بسیار جنجالی رو در واقع برنامه فوتبال برتر آقای میساقی شکل گفتن ببین گلر ذخیره اون یک تیم دیگه داره از تو بیشتر میگیره، بعد چرا همین پولی که اندازه گلر ذخیره یک تیم دیگه رو پرداخت نمی کنن؟ آقا این عشق و این حرفا مال دهش هسته. این شرایط و ماجرا زمانی شکل میگیره که کریم باقری خیلی راحت از تیم کنار گذاشته میشه، و هیچ کس نمیره که بگه کریم باقری رو تشویق کنن. نکته عجیبش اینه که بعد از چند روز یه عده معدودی از هوادارا میرن در باشگاه پرسپولیس، باور کنید 10 نفر 20 نفر هم نمیرسن. ماجرا میاد جلوتر و میرسه به اونجایی که آقای عابدینی، مدیر عامل سابق پرسپولیس، در رسانه ملی میاد میگه کریم باقری رو از کانادا گفتن که نباید در پرسپولیس باشه، یه هوادار متمولی پول میده و گفته کریم باقری نباید باشه. امروز هم کریم باقری رو کنار میذاریم به سادگی، و بعد چه کسانی کنار میذارن؟ اون کسی که ایشون کنار میذاره در ونکوور نشسته. با سند میگید آقای عابدینی؟ بله بله، من اسنادی دارم که خدمتتونم میفرستم. آقای پیروانی هم یک صحبتی رو انجام میدن در خصوص کریم باقری، حمایت میکنه. یحیی گل‌محمدی استوری میگذاره حمایت میکنه. کریم باقری از باشگاه پرسپولیس کنار گذاشته میشه.
آقای باره، چرا جامعه ما سوت و جیغ و کفش برای علیرضا بیرانونده اما کریم باقری رو فراموش میکنه؟ خب این جوابش که طبیعتا شما میپذیرید که یه کلمه که نمیتونه باشه. حالا سوت و کف و اینا به جای خود دو نفرم کشته میده، یعنی تا اونجایی که من شنیدم دو نفرم جانشون از دست دادن سر داستانه بیرانوند. اونو من میذارم به حساب این علائقی که خواهی نخواهی در فوتبال به باشگاه ها، به خصوص تعصباتی که برخی از تماشاگران دارند، اونو میذارم کنار. بیشتر دوست دارم به سوالی که شما مطرح کردید اون چی که به نظرم میرسه بگویم. چند تا دلیل داره. یکی این که اولا عکس العمل نسبت به بیرانوند و نسبت به باقری با ما حرف میزنه. حالا من نمیخوام بگم این همه جامعه رو نمایندگی میکنه، این حرفی است که از طرف به اصطلاح از سوی همه جامعه میشه به اصطلاح گفت که حرف این حرکته، اما قطعا حرف استادیوم بروهای ما هست یا بخش عمده ایشون هست یا اونایی که خیلی فوتبالیان هست. و اون این است که جامعه ما دنبال چیزهایی میرود که برای خودش خسارت احتمالی نداشته باشه، حتی در حد یه حرف. اینو به نظر من به خصوص اینایی که تو خارج از کشور هستن باید یه مقداری ذهنشون رو باز کنن راجع به ادعاهایی که میکنند. جامعه ما بیرانوند رو میتونه بره داد بزنه اینا، چون بیرانوند مشکلی که براش به وجود اومده یا مشکلی که به وجود آمده یه مشکل صرفاً مالی و شخصیه. اما موضوع باقری یک موضوع اجتماعیه و بخش بزرگی از مردم ما نسبت به مسائل اجتماعی که ممکن است برای آنها هم به هر حال کانسیکوینس هایی داشته باشه، یک اتفاقاتی رو رقم بزند، توجهی نمی کنند. حالا مورد بحث انسانی است که همین تماشاگرا چه در لفظ او رو همیشه کریم آقا صدا می کنند، اسطوره صدا می کنند، بزرگتر صدا می کنند. هل دادن او یک بازیکن مورد علاقهشون اگه هل بده، اگه سرش داد بزنه، با همه وجود پذیرای این عمل هستن، چون کریم آقا رو احساس میکنن حرف ناحق نمیزنه، حرف درست میزنه، زور نمیگه، طرفداری مظلوم رو میکنه. اما عجبا عجبا که حالا که کریم آقا باش قرار داد نمی بندن، یکی حتی به اینا اشاره هم نمی کنه. مثلا پیروانی رو وقتی میشنیدم میگه کریم آقا برای تیم واجبن. کریم آقا هزار برابر شما برای تیم واجبه، اینو باید میگفتی. کریم آقا با اون منشی که نشون داده، یا اینکه بگو کریم مثلا پستی گذاشته، ما بالاخره باید این، نمیخوام بگم دو دوزه بازی کردن، نمیخوام بگم سکوت، قطعا جبری هم هست، مشکلاتی هم هست، اما این مشکلات همینجوری ادامه پیدا میکنه اگه ما بهش توجه نکنیم. اصلا یکی بیاد بگه آقا بی خود کردی، چی گذاشتی؟ پست گذاشتی؟ برو پستاتو خط بزن تا مثلا برگردی. اما اینی که اصل موضوع رو سعی کند ندیده بگه، مثلا اینکه آقای عابدینی گفته، حالا من باش خودم شخصا صحبتی نکردم، یکی از کانادا، اگه واقعا وضعیت کشور ما این است که
یه آدمی حالا به صرف اینکه پول داره یا مثلا دستگاه فیزیوتراپی برای باشگاه پرسپولیس میفرسته، باشگاهی که خب طرفداران زیادی داره، سابقه زیادی داره، اگه او تعیین میکنه، اگه او تعیین میکنه که کریم باید باشد یا نباشد، در این باشگاه گل بگیرن بهتره. اگه صاحب تیم بود داستانش جداست. ضمناً صحبتی که آقای عابدینی که یه عیب دیگه هم داشت، حتی اگه درست باشه، اصل موضوع رو چی کرد؟ مکدر کرد. اصل موضوع رو به حاشیه برد و ما یاد بگیریم عین خود کریم هیچی نگو، گفت آقا حقشونه، میتونن با من قرارداد ببندن، میتونن قرارداد نبندن. من با اینکه اعتقاد دارم در هر جامعه ای شاید یک سده طول میکشه تا یک اسطوره متولد بشه، اینجوری نیست که هر روز یه اسطوره ما هرکی از نظر کوچش رد میشه بگیم اسطوره، ولی احساس میکنم در مجموع کریم جزو تاپ 10 ورزش ماست، چه از نظر کیفیت فنی، چه از نظر کیفیت اخلاقی و چه از نظر وزن. اینم که میگم فقط روی روزنامه ها و اظهار نظرها نمیگویم. یکی دو باری که فرصت شد به ایران آمده بودم با کریم مفصل صحبت کردم. در استرالیا که اومد بازی کرد، تازه ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود، چند روزی رو با او آشنا شدم و حیا کریم باقری با حیا. دو تا ویدیو هست از حسین کنعانی که یکیش برای خداحافظیش از باشگاه پرسپولیس هست و یکیش دوباره بازگشتش به پرسپولیس که با یک خودرو بسیار گرون قیمت عجیب و غریب میاد و میره قراردادش رو ثبت میکنه و به یه بچه هم اون گوشه هست و یه گوشی هم هست که به اون بچه هم میده، گوشیشو دوز برده. ما به هیچ کس نمیبازیم، به هیچ کس جام نمیدیم. نه، 1 2 3 4 5 یعنی چی؟ اجازه که من چیزی نگم. بله بله بله، من کار ندارم، با شما کار دارم. این 5 یادتون باشه، من که رفتم. ولی هواداری ها میری؟ جدا... قطعی شو جدایی؟ من دیگه قولی که دادم گفتم تا آخر فصل میمونم، هر چی دارم از دل و جونم میزنم واسه یه هواداری شال قهرمانی پنجم بیاره. با شما ما 5. الان واسه رفتنت قطعیه دیگه. بله، ما در یک داستانی علیرضا بیرانوندی رو داریم که یک ماه پیشش میاد در دربی کری میخونه برای هوادار استقلال، میگه به هوادارهای پرسپولیس شما عشق منید، من به عشق هوادارا آمدم، میخوام اینجا بازی کنم، و میاد میگه آقا وکیلش میگه نه آقا ما به عشق بله دهه 60 و ما پولمون رو میخوام. یک طرف ماجرا هم ما حسین کنعانی رو داریم، بازیکنی که ماشین گرون قیمتش رو مثل خیلی از این فوتبالیست‌ها که میرن همیشه دوتا ماشین دارن، ماشین گرون قیمتش رو قایم نمیکنه، ما ماشین گرون قیمتش میاد میره دم باشگاه، در بین مردم میره قراردادش رو امضا میکنه. موقعی که میخواد از پرسپولیس جدا شه، میگه من یک سال قرارداد داشتم، با جون و دل بازی کردم، اما دیگه الان میخوام برم و قول دادم که تا آخر فصل اونم سر قول من بودم. به نظر شما تفاوت این دوتا بازیکن در چیه؟ که یکی واقعا خالصانه خودش رو سعی میکنه، اگر ماشینش یه قیمت همونو به نمایش میگذاره و اگر میخواد بره میاد خیلی راحت میگه آقا من میخوام برم، من قول دادم یه سال بمونم، یه سال تمام شد میخوام برم. نگاه جامعه هواداری والا حسین که اون زادگان فقط ماشین داشته باشه که مردم بچه هوادار تو رویاش هم نتونه اون خودرو رو بخره، ولی میاد خیلی راحت بین مردم قدم میزنه، خودشون رو میگیره. و این علت اینو در چه میبینید؟ و حسین کنعانی زادگان محبوب تره یا بیرانوند؟ نظر خودتون به نظر شما باقری در ورزش ما استثناست یا بیرانوند یا کنعانی زادگان استثنان؟ یعنی امثال باقری در ورزش ما کمن یا امثال بیرانوند و کنعانی زادگان؟ من ضمناً هیچ چی میگن هیچ خرده‌ای نمیگیرم از هیچ کدوم اینا، حالا آخرش میگم که چرا خورده نمیگیرم، اما میخوام ببینم که
کدوم اینا استثنان به نظر شما؟ 100% کریم باقری استثناست و بیرانوند یا کنعانی‌زادگان و اینها زیادند، به خاطر همین عکس العمل جامعه ورزش ما به موضوع بیرانوند و به موضوع باقری. یعنی همونجور که گفتم، چجوریه که این همه شما از کریم باقری میگی، بعد به قول شما میگی 10 نفر رفته بودن جلو باشگاه؟ یعنی جامعه است که، حالا جامعه چرا این روش رو گرفته اون خودش جای بحثه، اما ما همش نباید سعی کنیم که جامعه رو مبرا کنیم. جامعه باید بیاندیشه. جامعه ای که دور ماشین کنعانی زادگان میرقصه با جوانه دیگه، سوشال میدیا رو هم میبینه، همه چی رو هم میبینه، یعنی نمیداند که این ماشین و هزار کله از این ماشین ارزانتر برای اکثریت اون جامعه، برای همه، شاید میتونم بگم معلم ها یا مهندس ها یا دبیرای دبیرستان یا کارگرا، رویاست. میداند، اما همون تفکری که موضوع بیرانوند رو مهمتر از باقری میکنه، همون باعث میشه که اون رقص زیبایی که من خیلی دوست دارم، کنعانی زادگان اون رقصشو جلو ماشینش میرقصن و او هم لذت میبره، احساس خوبی رو پیدا میکنه، با ماشین آخرین مدلش میاد بعد از موفقیت‌هاش برای تیم ملی و جام جهانی و اینها، حالا میاد به باشگاهش دوباره برمیگرده و همون تماشاگری که ممکنه خودش، ممکنه همسایه، ممکنه همکلاسیش، اینا از کمترین مسائل چی باشن، مشکلات مادی داشته باشن، با او جشن میگیره و ماشینشو میبره، اما نسبت به آقا کریم هیچی نمیگه. ممکنه شما سوال کنید حالا بالاخره این ماشینشو اینا، ماشینش حقشه، ولی قاعدتا با این ماشین آدم نمیاد دم باشگاه جلوی طرفدارایی که توضیح دادم چرا نمیاد. بالاخره پایه همه اینا از حقوق دولتیه، یعنی اینا هم عین معلم، عین مهندس، اینا که کارمند دولتن، اینا هم کارمند دولتن، منتها گرونترین کارمندان دولتند، با اختلاف فاحشی گرونترین کارمندان دولتند. این کار شاید کار زیبایی نیست، آدم مجبور نیست که، به خصوص در جامعه، مگه این که جامعه رو به نداشتن و تماشای آدمایی که دارن بخواد عادت بده، یعنی دیگه قبحی این نداشته باشه، یکی بگه من ندارم، این داره و من براش دست میزنم. من این موضوع رو شنیدم که میگفتن جواد نکونام هم در باشگاه استقلال اگه میخواسته مربی شه یه نهادهایی گفتن باید بره تعهد بده و میگفتن موریا رو آن فالو کرده، نمیدونم پست پاک کرده و گفتن همین داستان از کریم باقری خواستن و کریم انجام نداده. شما یه جام جهانی هم با آقای باقری رفتید، یه جام جهانی 98، به نظر شما کریم باقری چه تفاوتی داره با اون هم نسلای خودش 98 فرانسه، نام 2000، اینه که بغل دست خودش بازی کردن، یکی شد مثلا نیما نکیسا، یکی شد کریم باقری، یکی شد علی دایی، یکی شد خداداد عزیزی، چرا کریم باقری رو شما جزی اون تاپ 10 میارید ولی مثلا نیما نکیسا رو نمیارید، خداداد عزیزی رو مثلا نمیگی جز اون تاپ 10؟ من هیچ کدوم اینایی که شما شمردید رو جز تاپ 10 نمیارم، تاپ 10 خودم. کریم فیک نیست، نبوده و نیست. کریم باقری کریم باقریه. شما میدونی با یه آدم به قول این فرنگی ها جنیوئن طرفی. من این اطلاعات و شناختی است که
بر اساس زمانهایی که او رو دیدم یا مصاحبه هایی که از او دیدم یا خدمت شما، حتی تو همین یک برنامه بود که خداداد بود، علی کریمی بود، باقری بود، خدمت شما عرض کنم همین دوستمون که الان کمک مربی تیم ملی هم شده، تیموریان بود، اینا تو همون برنامه هم شما کلاس کریم رو میدیدی که متفاوته. چرا؟ کریم هیچ وقت نمیخواد با علم و اشاره و بالا کردن و پایین کردن و فیگور گرفتن و لباس خاصی پوشیدن و لباس خاصی نپوشیدن و اینا چیز فیکی، چیز قلابی رو از خودش ارائه بده. کریم کریمه، همونه که هست. خیلی از کاراشو من نمیپسندم، من مثلا نمیپسندم کریم میاد بازیکن هول میده، اما او اونقدر به نظر من واقعی این کار انجام میده خودشه که اون نه اون هول داده شده دلخور میشه نه تماشاگر طرفدار او، چون احساس میکنن که همش با حسن نیت. حالا البته از نظر جهان امروز شاید مثلا این خیلی کار مدرنی نباشه، ولی اولویت من اول اون واقعی بودن و خود بودن کریمه. اگر کریم باقری در پروسه ای که همه میدونیم چرا کریم باقری کنار گذاشته شد و مردمی که میان و میگن آقا ما شرف برامون خیلی مهمه، تیم ملی ما تو جام جهانی 2022 میگن شما بیشرفید که هوای مرد گفتم که مردم نبودید، اما برای کریم باقری که سمت با قول خودش سمت مردم بوده حمایت کرده دیدونش هیچ ارزشی براش قائل نیستم. ببینید، شعار دادن تا عمل کردن دو تاست دیگه. شما این تلویزیون های تو لندن دیدید دیگه چه شعارهایی، آو اینا مزدورن، آو اینا چی هن. شعار که کاری نداره، منم میتونم اون عملی که من نمیتونم انجام بدم و باید ببینیم که چی کی چی کار میکنه. جامعه فوتبال ما هم باید به خودش بیاد. خب من باید اصلا معنی اسطوره رو اول بفهمم که ببینم به کی باید بگم اسطوره. خب برید بخونید، این همه وقت دارید. من هیچ جای دنیا ندیدم که مثلا یه بازیکنی بره دم باشگاه مثلا بخواد چیکار، این همه آدم برن هر روز یکی اعدام باید گردد، اخراج باید گردد، فلان باید. یعنی ما دوزره اون نیافتاده که اینو وزیر ورزش تصمیم میگیره، یکی رو میذاره مدیر عامل، اول مربی انتخاب میکنه، بعد نمیدونم مدیر عامل پیدا انتخاب میکنه، بعد اون مدیر عامل میره یه هیئت مدیری. بابا فیلم دیگه، یه مغازه یه فعلا داره میچخه، اینقدر جدیش نگیرید. چیزهای جدی وجود داره که میتونید جدی بگیرید، اونا رو بش یه مقدار بیاندیشید. والا یه دور باطلیه و منتها فوتبال و علاقه مندی شاید یکی از نادر جاذبه هایی است که در جامعه ما هنوز هست که میتونه یه تشابهی با جوامع دیگه داشته باشه. بالاخره این بچه ها تماشاگرها نگاه میکنن که فوتبال مثلا رونالدو چیکار میکنه، نمیدونم بازیکنهای دیگه چیکار میکنن، رفتارشون چجوریه، اینا خب اینا رو میشنون، اینا رو الگو میکنن و بالاخره اینا هم قهرمانهای جوانهای این دورن دیگه. مثل زمان ما که مثلا طرفدار بهزادی بودیم، نمیدونم قلیچخانی بودیم، اینا هم طرفدار اینا دیگه، منتها جامعه رو باید درکش بکنن دیگه. علیرضا بیرانوند کسیه که چند ماه قبل یه مصاحبه انجام میده در گفتگو با آقای فردوسی پور و اونجا میان میگن ما هم برامون مهمه مشکلات اقتصادی مردم، این که مردم در تنگنا هستن، ما هم تو این جامعه ای، ما هم از این مردمی. به نظر شما این فاصله ای که بین فوتبالیست ها، این درویی ها که میبینن و مردم افتاده، این ماشین کنعانی، این ماشین بیرانوند، این رفتارهای وکیلش، این
صحبت ها باعث نمیشه که الان به جایگاهی برسه که جامعه ما که از همه دل سرد بشه، یعنی فقدان لیدرشپ رو داریم در جامعه به صورت واضح میبینیم. هیچ کس به هیچ کس دل نمیبنده، امید نداره. جامعه اول باید امیدش به خودش باشه، امید به بیرانوند ببنده. جامعه یه جوون، یه جوون 20 ساله 22 ساله همین نسل زد، امیدش باید به خودش باشه. من اصلا با این تلقی که اینا بخوان، او حالا فوتبالیست درجه یکی مثلا نشده مثل بیرانوند، ضمن اینکه من بگم ها بیرانوند دروازه‌بان فوق‌العاده‌ایه و حرفایی که ما میزنیم هیچ چیزی از به قول این جمله کلیشه‌ای از ارزش‌های او واقعا نمیکاهه. من هنوزم معتقدم اگر بیرانوند بینیش نشکسته بود، نتیجه اون بازی اول تو جام جهانی قطعا چیز دیگری میشد. بیرانوند تو همون فوتبالش وظایفش رو درست انجام بده، خیلی به قول معروف دمش گرم. من تماشاگرم، من تکلیفمو معلوم کنم، در رفتاری هم که با بیرانوند و باقری میکنه به نظر من به ما نشون میده که جامعه، من نمیگم این خوبه یا بده، ولی به من میگوید که جامعه ورزش ما نبضش چگونه میزند. اینجوری دوست داره، اینجوری راحت تر. من نمیتونم به جامعه بگم که تو راحت نباش، جامعه دوست دارد که اینجوری باشد. شما گفتی آقای نکونام مثلا یه کارهایی کرده که گذاشتن باشه و دلش خواسته، حالا باید دید طرفدار استقلال اینجا چی نشون میده. آیا خوشحال شده از اینکه او به هر حال این خطوط رو اصلاح کرده از دید حاکمیت و آمده؟ خب کرده دیگه. ما به جای دیگران که نباید بگیم که چرا شما این کار رو کردی، چرا؟ اونم ممکنه بگه شما خودت چرا کار میکنی، چرا مثلا اونم فلان میکنی. سر موضوع بیرانوند دو نفر جانشون رو از دست میدن، ده ها هزار چه میدونم چقدر من ویدیو دیدم، هر جا خبر رو باز میکردی چه در خارج چه در داخل راجع به بیرانوند بود. در مورد کریم باقری اولین عکس العمل شاید، حالا شما برید چک کنید اگر من اشتباه میکنم، شاید خیلی بخوام تخفیف بدم یه چیزی حدود 10 روز بعد از این بود که کریم باقری گفت به اصطلاح چه می‌دونم قرارداد منو تمدید نکردن، کسی با من تماسی نگرفته. به مرور اونم بعد از مصاحبه آبدینی. آقای کنانی زادگان این کار که میکنه، من یاد هند افتادم. تو هند یک کشور دموکراتیکه با داشتن صدها مذهب مختلف و اینا، بسیار دموکراتیکه، یعنی انتخابات و ایناشون شاید جزو دموکراسی‌های برجسته جهانه. اما علارغم این، به خاطر جمعیت فوق‌العاده، این اختلاف طبقاتی به خصوص کریکت بازا چون جزء پولدارا هستن، من دیدم، حالا متاسفانه نتونستم فیلمی ازش پیدا بکنم، اون گنگولی و سچن تندوکا و اینا با ماشین‌های فوق‌العاده میان و این بچه‌های فقیر دور این ماشینا، منتها این دیگه جزء هند شده. یعنی شما توریستم که باشید، من خودم خیلی تجربه دارم، سوار اتوبوس مثلا توریسمتون میشین و راه میافتین، بچه ها پشت ماشین شما میدون و
مترصد اینن که شما مثلا یه 10 روپیه 5 روپیه مثلا از ماشین پرتاب بکنید. من دوست ندارم جامعه ما به این سمت بره، به خصوص که دموکراسی هند رم پیدا نکنه، یعنی به قول علما خسر فی دنیا و الاخره بشه. کنانی زادگان باید یه کمی بیاندیشه دیگه، یه کمی بیاندیشه، به خصوص الان که جامعه به هر حال با این گرانی ها و اینا که شما هزار برابر بهتر از من میدانید سخت حرکت میکنه با این قیمت های گزافی که هست. خب مثلا این آقای وکیل چی؟ حرفش اگه توی فرانسه این حرف رو میزد من میگفتم راست میگه دیگه، میگه مال این زمان پلاتینی و اینا بوده، الان دیگه باید پول داد. آقا این عشق و این حرف مال دهه 60ه. اما آقای وکیل اگه عشق دهه 60 رو بگیری که جامعه خیلی دیگه خالی میشه، چون چیزی جاش نیاوردی جای چیزهای دیگهش که عشقش هم میخوای ازش بگیری همینجور ولش کنی تو هوا.